25 مهر ماه 1399 خورشیدی و 16 اکتبر 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به یکی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس، سردار محمد علی پورمختار، که تازه معلوم شده 2 پیش گرفتنش. پرده آخرم طبق معمول خواهیم داشت آخر برنامه. هفته پیش خبر بازداشت محمد علی پورمختار، نماینده 2 نهم و 10 مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در دوره نهم و عضو کمیسیون حقوقی مجلس در دوره 10 مطرح شد. خب کی این خبر رو اعلام کرد؟ خبر بازداشت آدم مهمی بوده دیگه، کی اعلام کرد؟ هیچکی. حجت الاسلام پژمانفر که الان رئیس این اسما رو من وقتی میشنوم من همین اول بگم این اسما خودش بیان تناقض واقعا جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران. حجت الاسلام پژمانفر، باری ایشون الان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، تو یک مصاحبه در سیمای آقایون یه اشاره میکنه به بازداشت یکی از رؤسای پیشین کمیسیون اصل 90. رؤسای کمیسیون اصل 90 کسی بوده که متاسفانه دچار خودش دچار خطا بشه و فساد بشه؟ ببینید، حالا اینایی که دستگاه های امنیتی باید به شما پاسخ بدن، اما داریم یکی از افرادی که الان هم من شنیدم چند روز قبل که ایشون الان دستگیر شدن و الان دارن کارهای این شکلی دارن انجام میدن. نمیگه از قوه قضاییه بپرسین، میگه از نیروهای امنیتی شما باید بپرسین. ببینید چقدر این دستگاه قضایی مستقل است و بازداشت ها و اینها با حکم قاضی و دستگاه قضایی اینا انجام می شود و بله. بعد از اینکه آقای حجت الاسلام پژمانفر میان این حرف رو می زنن، چند تا روزنامه حکومتی می نویسن که مصطفی آزادبخت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در رابطه با خبر بازداشت محمد علی پورمختار گفت این خبر چند روزی است در سایت ها پخش شده و بنده همان را تأیید می کنم. قوه قضاییه نهاد اطلاع رسانی نداره، صدا و سیمای ملی و دولتی وجود نداره، هیچ کدوم اصلا خبر ندارن یا خبر رسمی وجود نداره. قوه قضاییه چی نمیگه، در سایت ها درز میکنه، معاون استاندار همدون تو سایت ها میبینه خبر رو، میگه بله من تایید میکنم درسته گرفتنش یا گرفتیمش یا چه میدونم. عجب روند اطلاع رسانی این نظام به مردم شفاف. عرض کردم عجب نهاد قضایی مستقل است از نهاد اجرایی، از نهاد مقننه، از دستگاه امنیتی، حکم دادگاه برای همه چیز لازمه، گزارش فلان مکن. ببینید این فقط درباره پورمختار نیست، درباره همه موارد هست و خودتون میدونید. پورمختار نمونه بارز آدم‌های فاسدی است در این نظام که از هول حلیم افتاد تو دیگ. اینجور آدم ها باورشون میشه که آدم گندهی شدن، میتونن هر جور میخوان بتازونن و به دلیل حمایت رهبر معظم ازشون دست رقیبم بهشون نمیرسه. ولی وقتی توی دهلیزهای تو در توی نظام زیادی به رقبا گیر میدن یا زیادی میتازونن اسب باج خواهی رو که حالا بهش میرسیم، زیرابشون پیش آقا زده میشه، دستور به حذفش داده میشه، مثل همه سازمان های مافیایی. شکی نیست که با ساخت و ساز و کاری که جمهوری اسلامی داره، بازداشت یکی از سرداران سرشناس سپاه که همیشه از موضع رهبر بیچون و چرا حمایت کرده و اونو تبلیغ و ترویج کرده، نمیتونه بدون موافقت رهبر انجام بشه بازداشتش. حالا قبل از اینکه به دلیل بازداشت برسیم، اول بشناسیم این جناب سرداری رو که بعدا هم دکتر میشه مثل بقیه شون. متولد 41 انقلاب که میشه، یعنی 17 سالشه،
از 19 سالگی به گفته خودش میره تو سپاه، دو ماه قبل از شروع جنگ ایران عراق. 6 سال میگه کم و بیش تو جبهه بودم. سال 1370 رهبر معظم فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی خامنه ای بهش نشان سرداری میده، میشه سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد علی پورمختار. پورمختار میگوید سال 69 در تهران بودم و به ستاد کل سپاه رفتم و با توجه به اینکه مشغول به خواندن رشته حقوق بودم به معاونت نیروی انسانی اضافه شدم و به عنوان مدیر قوانین و مقررات سپاه مشغول به کار شدم. آن زمان به دوره فعالیت مجلس سوم چهارم برمیگشت که بنده از همان زمان به مجلس می آمدم. اتفاقا آقای لاریجانی آن زمان معاون حقوقی و علی لاریجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع بود و در این رهگذر با آقای لاریجانی آشنا شدم و این مسئله تقریبا به 26 سال گذشته برمیگردد. البته بنده یک مدت بعد به معاونت قضایی سپاه رفتم و مسئول این معاونت شدم و مدتی هم آنجا بودم و بعد از آن هم به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه رفتم. همینجوری که من گزارش خدمتتون عرض می‌کنم تو ذهنت یه یادآوری بشود که اغلب کسایی رو که خودشون گرفتن، به این دلیل میگم در درون باند مافیایی اینها هم دیگه رو حذف می‌کنن برای اینکه زیاده خواهی هر باندی، می‌بینید سابقه همشون امنیتی اطلاعاتی سپاهی و قضایی. خیلی جالبه ها، یعنی درست نهادهایی که باید حافظ منافع مردم باشن در برابر حتی دولت. حالا رهبر که دیگه نمیشه، درباره پیشوا حرف هیچ در هیچ کشور که با سیاست های فاشیستی و اجرایش اداره میشه نمیشه درباره پیشوا حرف زد. باری تو همون دهه 70 یعنی با تشکیل اطلاعات سازمان موازی به اصطلاح که سرش تو بیت رهبر بوده است همیشه، پورمختار میره جای واقعی خودش، میگه حجم توطئه هایی که دشمنان نظام دارند آنقدر گسترده است که فقط وزارت اطلاعات نمیتواند همه این موارد را کنترل کند. باید اون اطلاعات موازی باش. خب بعد 7 سال تو نیروی انتظامیه. وقتی اعتراضات دانشجوی سال 78 را افتاد که بعضی‌ها میگن بزرگترین درگیری دانشجویان با نظام جمهوری اسلامی سال 78 بود و به سرکوب خونین دانشجو به دست نیروی انتظامی انصار حزب الله تو کوی دانشگاه کشید که 7 دانشجو کشته شدن، این آمار است که تا حالا اثبات شده. اون موقع پورمختار چه کاره بود؟ معاون حقوقی فرمانده نیروی انتظامی. دولت از نیروی انتظامی میاد شکایت میکنه. این داستان مفصلی دارد که شاید بدانید و شاید به زمانی به مناسبتی دوره روش بشه متمرکز کار کرد. دولت از نیروی انتظامی به قوه قضاییه شکایت میکنه. دادگاه نظامی تشکیل میشه. 18 نفر از پرسنل نیروی انتظامی میرن دادگاه. اون موقع فرمانده نیروی انتظامی هدایت لطفیان بود که دانشجوها میخواستن برکنار بشه، یکی از خواسته هاشون بود. یه سال بعد از اعتراضات دانشجوی استعفا میکنه و رهبر معظم از خدماتش قدردانی میفرمایند و به قالیباف که فرمانده نیروی هوایی سپاه بود اون موقع حکم میدن که بشه باید فرمانده نیروی انتظام. یک سال بعد از اینکه قالیباف میشه فرمانده نیروی انتظامی، یعنی 2 سال بعد از کشتار کوی دانشگاه، دادگاه حکمش رو اعلام میکنه. محمد علی پورمختار میگه مسئول دفاع از بچه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در دادگاه های نظامی من بودم. مدیریت کار با من بود. 2 تا وکیل گرفتیم تا اینها کار دفاع را انجام دهند. منتها اصل کار و مدیریت تنظیم لوایح با بنده بود. در آن زمان 18 تن متهم به دادگاه فرا خوانده شده بودند. فرماندهی ناجا به این تشخیص رسید که باید از این 18 تن دفاع شود و نهایتا 17 تن تبرئه شدند الا 1 نفر که گروهبان بود. اروجلی ببرزاده که به اتهام دزدیدن ریشتراش از خوابگاه دانشجوها جریمه شد. این تنها جرمی بود که وقیحانه اعلام شد که دادگاه عدل جمهوری اسلامی
حکم داده است که نیروی انتظامی در حمله 5 روز و شب خونین به دانشگاه تهران مرتکب شده. این تنها جرمه. نزدیکی و همکاری ممدلی پورمختار با قالیباف در چارچوب به اصطلاح اداریشون از همون موقع شروع میشه و تا موقع بازداشتش ادامه داره، تا همین 2 ماه پیش. یه نمونه بگم برای اینکه بدونین این باندی که یکی از کاراش جنایت در کوی دانشگاه تهران در سال 78 چجوری حلقه های به هم پیچیده است. دادگاه کوی دانشگاه با صحنه سازی مسخره همین پورمختار یکی رو به اسم گروهبان وظیفه اروجلی ببرزاده محکوم میکنه که چرا ریش تراش دزدیدی وقتی ما داشتیم خون دانشجوها رو میپاشیدیم به در و دیوار خوابگاه کوی دانشگاه. قالیباف که میشه فرمانده نیروی انتظامی، اروجلی ببرزاده میشه سرهنگ رئیس کلانتری 157 مسعودیه تهران. من نمیدونم عکس اروجلی ببرزاده رو داریم یا نداریم. پخش کردیم؟ اگه پخش کردیم که حل، من ندیدم. خب ببخشید، ادامه میدم. خب عرض کردم که درباره نزدیکی و همکاری و همدلی ممدلی پورمختار با قالیباف در چارچوب به اصطلاح اداریشون. و آقای اروجلی ببرزاده که میشود سرهنگ و ریشترش دوزیده بود، مثلا به هر حال بهش جایزه میدن دیگه گفتن نداره، میشه سرهنگ و بیچاره، چه عرض کنم بیچاره، رئیس کلانتری 157 مسعودیه. فرهاد نظری، این هاشش دیگه. خب فرهاد نظری فرمانده پلیس تهران بود و الان پولش با پارو بالا میره، پاساژ داره تو تهران و کارش همچنان باجگیری از کسبه است. هیچ کم نمیتونه هیچی بهش بگه. یکی دو تا لاتولوت هم با خودش هم داستان کرده در تهران. باری تا خرداد 91 که ممدلی پورمختار می شود نماینده مجلس نهم. گرچه همون سپاهی است که کل قدرت سیاسی و مملکت متعلق به سپاه و مشخصا اطلاعات سپاه می دونه، ولی خب دیگه مجلس یک نوندونی دیگه ای براش باز میکنه، میشه میره تو مجلس. بزنین چند نمونه از مواضعش رو بگم بعد ادامه بدیم. این مختصر میشه بیشتر و راحت‌تر شناختش. درباره اعتراضات سال 88 بذارین قبلش درباره سپاه بگم. میگه سپاه خیلی جالبه درباره فضای مجازی که صحبت میشود، دارین میبینین دیگه، میگه سپاه پاسداران رصدتون کنه بهتره تا CIA و موساد رصدتون کنن. اصلا تو ذهن اینا نمی گنجه که ورود به حریم خصوصی مردم جرمه. هیچ کس نباید در هر جایی اکانت منو توی فضای مجازی کنترل بکنه. میگه جاسوسی مردمو کردن مفروضه، یک اصل پذیرفته شده است. خب بذارین اطلاعات سپاه این کارو بکنه، چرا بیگانگان بکنم؟ لازمه. پورمختار یکی از مبلغان ضرورت و افتادن دولت به دست مستقیم سپاه پاسداران. 27 اسفند 96 میگوید در انتخابات حامی سردار محسن رضایی بودم و معتقدم اگر یک نظامی رئیس جمهور شود کشور را نجات میدهد. خودش هم میاد برای رئیس جمهور شدن تو همین دوره اخیر نامزد میشه که شورای نگهبان رد صلاحیتش میکنه، چون پرونده داشتن براش درست میکردن و یواش یواش میخواستن حذفش کنن. حالا خواهم گفت. درباره تمام رویدادهای مهم نظام مثل مرادش ولی فقیه، درباره همه رویدادهای مهم ایران و جهان هم نظر میده و نظرش همیشه به نظر آقا نزدیک تره. همیشه مثل آقا به احمدی نژاد نزدیک بوده است این آدم.
درباره اعتراضات سال 88 برای مثال که خواستم خدمتتون عرض کنم، میگه اینا اغتشاشگران و اغتشاشگران با سرویس های جاسوسی ارتباط دارند. راحت. در دو ساله آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد مخالف احمدی نژاد میشه، چون احمدی نژاد از خامنه ای فاصله میگیره و خب پور مختارم که دانش هوای خامنه ای تو دستش دنبالش میره از اون فاصله میگیره. یکی از صحبتاشو در مجلس بشنویم تا ببینیم اولا چقدر دقیق پیرو رهبر معظمه که حالا گرفتنش، ثانیا در شرایطی که فقر و بحران اقتصادی گلوی مردم و مملکت رو فشار میده ببینید مشکلات این بابا چه چیزاییه. 29 مهر 97. از دنیا طلبان، حسن و مسئولیت خواهان و شکستگان سیاسی تا ترسوها از قدرت پوشالی معاویه و یزید و مذاکره طلبان با باطل در برابر امام جبهه گرفتند. امروز همین ناکسین در مقابل ولی و علی زمان ایستاده و قبله خود را غرب و آمریکای جنایتکار قرار دادند. البته حضور و پشتیبانی میلیون ها دلباخته ولایت از رهبر عزیز عرصه را بر بدخواهان تنگ کرده، گرچه هر از چندی شاهد حرکات مذبوحانه و ایزایی آنان هستیم، ولی حق پیروز است. دفاع بلحق پیروز است. دفاع پور مختار از خامنه ای در شرایط افلاس اقتصادی کشور به حدی است که در مصاحبه هاش به دروغ میگوید 90% اقتصاد کشور دست دولته، یعنی دست قوه مجری است، حالا هر کی باشه. و بنابراین اگر مشکلی مردم دارن و فقط همین دولته که باید حلش کنه و اگر نمیکنه تنبله. این صحبتش. نمیگه بیش از 60% اقتصاد ایران رسماً دست بیت امام خامنه ای، دست سپاه، دست دفتر اجرایی فرمان امام و بنیادهای زیر نظر همین رهبره. هر از چندگاهی شنیده میشود که رئیس جمهور باید بیاید و واقعیت‌ها رو بگوید، یا اینکه نمیگذارند کار کنیم. اینها توجیهات نخنما و بیخاصیت جهت گریز از تنبلی و کمکاری است. مردم عزیز می‌دانند که مقام معظم رهبری هر آنچه که جهت تصمیم گیری و کار توسط دولت و قوای قضاییه برای عبور از شرایط اقتصادی امروز لازم است اعطا و واگذار کرده، و انتظار کار اجرایی از جابجایی وزیر و مدیر، از رهبر و از انقلاب امر بیهوده است. از برگزاری همایش 1,000,000 نفری بسیجیان و نمایش اقتدار و آمادگی‌های دفاعی کمال تشکر را دارم. زودم کمال تشکر را دارد از وحشی‌بازی بسیجی‌ها و مانور خیابونی سپاهی‌ها برای ایجاد وحشت در کشور. این برخ کشیدن وحشیگری بسیجی البته بی سابقه و دلیل نیست. پور مختار چنان که عرض کردم از سال 59 در سپاه بوده، فرمانده قرارگاه های سپاه یعنی مراکز سرکوب مردم در غرب کشور بوده. تو فاجعه کوی دانشگاه همدست نیروی انتظامی انصار حزب الله در قتل دانشجوها دست داشته و همچون یک سپاهی ذوب در ولایت خامنه ای بهترین و بسا تنها راه حل مشکلات کشور رو قتل و غارت و رواج بیرحمی میدونه. بی خود نمیگم. ببینین پور مختار برای حل معضلات جامعه گفت امروز هر فسادی به اعتقاد من مشمول مبارزه مسلحانه با نظام است. با آنها چه برخوردی میکنیم؟ میگوییم مستحق اعدام هستند. اینها هم که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد میکنند و اساس نظام را تهدید میکنند مستحق اعدام هستند. انشالله برخوردی خیلی قاطع با مفسدین صورت گیرد. امیدوارم یک آیت الله خلخالی دیگر در قوه قضاییه بیاید. هرچند دشمنان نسبت به ایشان کینه دارند، اما کار اصلی را مرحوم خلخالی کرد. من نمیدونم حالا که خودش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد و ارتشا افتاده زندان، خلخالی رویاییش میره سراغش یا نمیره. نه چقدر مطمئن حرف میزنن وقتی
مغلوب شدن مرحله‌ای جنگ قدرت حتی به فکرشون هم نمیرسه که شاید سنبه رقیب قوی‌تر پرزورتر باشه. گفته می‌شود که پورمختار به دلیل به طور خلاصه رشوه خاری گرفتن، مثل که بقیهشون رشوه خاری نمی‌کنن. مشکل اصلی پورمختار این بوده است که هر جا نقطه ضعف نظام مقدس بوده از اون نقطه ضعف دفاع کرده. چند نمونه پشت هم براتون میگم. دیدار مخفیانه برخی نمایندگان با بابک زنجانی در زندان از دو جنبه اهمیت دارد. آنان اگر از سوی کمیسیون در مجلس مأموریت داشتند باید ردپای این مأموریت در مستندات کمیسیون مذکور وجود داشته باشد، اما آنطور که پیداست این دیدارها شخصی است. علیرضا رحیمی نماینده تهران در توییتی گلایه‌آمیز خبر از دیدار برخی نمایندگان با بابک زنجانی در زندان داد. بعضی آن را رد کردند، اما پورمختار در مصاحبه‌ای با در مصاحبه‌هایش به دفاع از این دیدار پرداخت. به اعتقاد او اگر این دیدارها شخصی هم بوده باشد آنان حق این دیدار را داشتند. چرا؟ این درست زمانی بود که بابک زنجانی هم از زندان پیام داده بود به زودی آزاد خواهد شد و به جای او زنگنه به زندان می رود. به دلایلی ناپیدا پرونده بابک زنجانی برای پورمختار از اهمیت زیادی برخوردار بود، تا جایی که حتی در سال 92 به طور بی سابقه در حمایت و حل پرونده بابک زنجانی مصاحبه میکرد. اوج این حمایت ها در آذر 92 و پیش از بازداشت بابک زنجانی بود. پورمختار 18 آذر 92 به شرق گفت: من در مورد پرونده بابک زنجانی هنوز مستنداتی مبنی بر تخلف ایشان ندیدم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عام باید کمک کرد مسئله ایشان حل شود. در مورد بابک زنجانی شما مسائل را با هم قاطی و احساسی برخورد میکنید. کار مصاحبه های پورمختار در پرونده بابک زنجانی به جایی کشید که سایت الف متعلق به احمد توکلی در تاریخ 28 آذر 92 یک گزارش داد، نوشت این رفتار این بابا عجیبه درباره بابک زنجانی. نوشت: جوانی که به طور معجزه‌آسا به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده و با تأمین اجتماعی تحت مدیریت مرتضوی معاملات غیرعادی داشته به کمیسیون اصل 90 مجلس دعوت می‌شود و بعد از مدتی رئیس این کمیسیون، یعنی همین پورمختار سردار، در گفتگوهای مکرر با رسانه‌ها رسماً و علناً تلاش می‌کند بدهی این سوپر مالتی میلیاردر را کم اهمیت و در حال حل شدن جلوه دهد. و خب تعجب‌آور نیست اگر همین سردار دکتری که اینطوری از بابک زنجانی حمایت میکنه مخالف سرسخت تحقیق و تفحص از هر چیزی باشه که ممکنه فساد رو آشکار بکنه. شهرداری قالیباف طرح تحقیق و تفحص از سازمان و اوقاف هم درست وقتی حاج ممدلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 بود و عضو کمیسیون حقوق مجلس بود در مجلس های نهم و دهم جلوش گرفته شد. میدونید دیگه سازمان اوقاف که چه نوندونی، چه مرکز فاسد و مسبب فسادی است. حالا به این موضوع اوقاف و ایران فروشی با آخوندا توی برنامه مستقل حتما خواهم پرداخت. بازداشت پورمختار نماد جنگ مافیاها در قدرت سیاسی اقتصادی مافیاهای حاکم بر ایران، ماجرای قاچاق دخانیات و جنگ قدرت برای سود بردن بیشتر آدم‌های متعلق به این جناح و اون جناح، این باند و اون باند، و نقش پورمختار این وسط یک نمونه از فرصتی است برای اینکه به این موضوع دخانیات بپردازم در پیوند با همین پورمختار. پورمختار تو مجلس نهم رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یا همون کمیسیون شکایات، در مجلس دهم دیگه رئیس نمیشه، میشه عضو کمیسیون حقوقی مجلس به توصیه به گفته خودش علی لاریجانی رئیس مجلس بود. یکم شهریور مصاحبه میکنه. رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس درباره علت رفتنش از این کمیسیون گفت: من در این کمیسیون و در جریان بررسی پرونده ها به شدت اذیت شدم، از جمله در قضیه پرونده سیگار مالبرو که منافع خیلی ها را به خطر انداخت. لذا احساس کردم تقابل جدی وجود دارد و حتی تهدیداتی هم کرده بودند. درباره قاچاق سیگار مالبرو هم ورود جدی کردیم. در مقابل اینها پیش آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان
رفته و گفته بودند علت اینکه ماجرای سیگارهای مالبرو افشا شده این بوده است که پور مختار از ما 12 میلیارد تومان پول خواسته و ما به اون ندادیم. نمیگم اینها کیا هستند. و بعد اینجا من نمیدونم، شاید خودش فرار به جلو داره میکنه بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشه اصلا این ماجرای 12 میلیارد تومان مثلا پیشنهاد رشوه و مثلا این میگه من نگرفتم. کسی که نمیدونه که این خودش اومد مطرح کرد، میگه بهم دادن گفتن بهت رشوه میدیم، نخواستم. بعد با واردات سیگار مالبرو و فیلیپ موریس مخالفت کردم، شایدم خواسته ندادن و این مخالفت کرده، من نمیدونم. شکی نیست که بذارین من قبل از اینکه صحبتم رو ادامه بدم یک نکته ای رو که البته دیدبان ایران در وبسایت است در ایران، این قاطی نشه یه وقت با سایت‌های دیگری که شبیه همین نام در خارج از کشور خیلی خوب کار میکنن، دیدبان ایران نوشته است. یه بار دیگه دوستان اگر ممکنه اون نشون بدین، درود بر شما. خب نوشته است: اگرچه در پرونده دستگیری مندلی پورمختار که از یک سال و نیم گذشته باز شده موارد متعددی از جمله کارچاق‌کنی در کمیسیون اصل 90 در پرونده‌های مانند پدیده شاندیز، بابک زنجانی و ده‌ها پرونده دیگر وجود دارد، اما دلیل اصلی دستگیری وی تبانی با مدیر کل گمرک استان همدان و واردات ملزومات مختلف از جمله گوشت به اسم محرومین و فروش آزاد آن بوده است. این تخلفات در پوشش مؤسسه‌ای به نام خیریه شمیم ولایت انجام شده که جمال خوشویی مدیر کل گمرک همدان نیز عضو هیئت مدیره آن بوده و بازداشت شده. در پرونده این تخلفات گمرکی واردات سیگار توسط رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم وجود دارد که به اسم خیریه شمیم ولایت کل فسادها رو این سرداران و سپاهی ها و مجلسی ها و دیگران میبینید دیگه، به اسم خیریه ها میکنن که در واقع شریه است، اسمش اینجا خیریه شمیم ولایت. این اگر این رو درست بدونیم که دیدبان ایران پنج شنبه مطرح کرد، یعنی روز گذشته، اگه اینو درست بدونیم بنابراین خود آقای پورمختار در واقع جزو مافیا، جزو مخالفان واردات سیگار، واردات قانونی سیگاره. چرا؟ به خاطر اینکه قاچاق میکنه سیگار. شکی نیست که یکی از پرسودترین غارت ها و قاچاق ها در همین دخانیات. اواسط آذر 93، یعنی وقتی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 بود، دعوا سر سیگار مارلبرو و شرکت تولید کنندهش یعنی فیلیپ موریس خیلی بالا گرفت. کسایی که منافعشون در قاچاق سیگار مارلبرو بود گفتن فیلیپ موریس اسرائیلیه و از این حرفایی که راحت همه جا میخوان حرفشون رو پیش ببرن میگن دیگه، چون این مال اون کشوره پس بنابراین باید حرام باشه، جلوش گرفتین. بعد اما به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت 11 طبق اظهار نظر وزارت امور خارجه مستنداتی دال بر صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس وجود ندارد و به همین دلیل مجوز واردات سیگار مارلبرو به کشور صادر شده است. اما در واکنش به این گفته‌ها پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه متن حاشیه شبکه 3 اعلام کرد صهیونیستی بودن این شرکت قطعی است و یک پرونده قطور در کمیسیون اصل 90 درباره وابستگی شرکت مارلبرو به صهیونیست‌ها تهیه شده و در این رابطه باید اقدامات اساسی برای لغو مجوز فعالیت شرکت مارلبرو در ایران انجام شود. سود رسما اعلام شده ای که از هیچ وقت معلوم نیست دقیقش، رسما اعلام کردن سودی که از بابت قاچاق سیگار مالبرو میره تو جیب قاچاقچی اعظم 5000 میلیارد ریال در سال. بعد حجت الاسلام رحمانی خلیلی که حالا به داداشش میپردازیم میگوید که سود سالانه قاچاق سیگار 700 میلیون دلاره که خب میره تو جیب چند تا قاچاقچی سالی 700 میلیون دلار. خب این رقم کافی است تا قاچاق حفظ بشه و قانونی وارد نشه. هر جا میبینین قاچاق مواد، منظورم همین دخانیات، فراوانه برای اینه که
کسانی در پیوند با قدرت حاکمه دارن منتفع میشن، بهره مند میشن از قاچاق اون، وگرنه اگر آزاد باشه هم قاچاقچی ها به این میرن، هم مصرفش ممکنه که در کوتاه مدت اندک افزایش پیدا بکنه، ولی قاچاقی دیگه در بین نخواهد بود و خب تلفاتش هم کمتر. این درباره هر سیگاری در ایران، سیگار خارجی میتونین ببینید دیگه، سودی که پولی که یه بابایی میده 20 سیگار دود بکنه، این چند درصدش میره تو جیب قاچاقچی و میتونه خیلی ارزونتر اینو بخره. به همین دلیل حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای در 82 نشست خبری خود در مرداد ماه سال 94 از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای متهمان پرونده سیگار ماربرو خبر داد و گفت، یعنی قوه قضاییه قبول نکرد، گفت باید قاچاق بمونه، واردات درست نیست. برای 7 نفر قرار مجرمیت صادر شد. اینو اعلام کردن فقط برای اینکه جلوی واردات آزاد سیگار ماربرو قانونی رو در واقع بگیرن، واردات دولتی قانونی هرچی، چون هیچ خبری هم مجازات نشد ولی جلوش گرفته شد. دعوایی یعنی خودمونی که تا همین جام زیادی کش اومده بود. اما 2 سال بعد در اردیبهشت 96 وزارت صنعت به یک شرکت به نام پیشگامان پخش آرمان گستر مجوز واردات مالبرو میده و رسما میگه فیلیپ موریس اسرائیلی نیست و سیگار مالبرو حلاله. بازم جیغ پور مختار اینجا در میاد. چرا؟ چون دخانیات اینا دیگه، ببینین بوی واردات سیگار مالبرو مجدداً بلند شد و آقای پور مختاره که باز مخالفت میکنه. ببینید دخانیات سالهای طولانی است که گرچه مدیراش هی عوض شدن، ولی در مجموع که نگاه میکنین دست، من نمیدونم میشه اینجوری فرموله که یا نه، دست اصلاح طلب هایی بوده است. وقتی اسامیشون رو میبینین از آغاز تا حالا، دست اصلاح طلب هایی بوده است که سبقه امنیتی دارن، مثلا محمد شریعت مداری که الان وزیر رفاه و فلان است. آنچه از این خان دخان سرداران سپاه و بهرمند میکرده قاچاق سیگار بوده و هست. سپاهی ها واردات سیگار طبعاً مصرف سیگار داخلی رو کم میکنه و سود اصلاح طلب ها و امنیتی، اون بخش امنیتی اصلاح طلب ها کم میشه. راه قاچاق سیگار رو که از اول دست سپاه بوده، اصلاح طلب ها از دوره خاتمی میخواستن ببندن. دعوای خانوادگی سر صدها میلیارد تومان سود سالانه است. ها محض یادآوری عرض کنم که فقط مالیاتی که دولت هر سال از سیگار همین الان عایدش میشه 10,000 میلیارد تومنه، که تازه مافیای دولتی و غیر دولتی نمیذارن این مالیات استاندارد باشه، وگرنه استاندارد یعنی منظورم اینه که یه جوری به طور متوسط همسطح بقیه کشور باشه، وگرنه حداقل دریافت دولت از مالیات سیگار در ایران، چه ایرانی باشه چه خارجی باشه سیگار، هر سال بالای 20,000 میلیارد تومان باید باشه، یعنی بالای 2 برابر مالیات که الان دولت داره میگیره. به همین دلیل موقعی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، دولت گفت برای جبران کسری بودجه این کارو داریم میکنیم و یارانه نمیدونم بدیم، اهل تخصص یقه دولت رو گرفتن که تو میتونستی با افزایش مالیات سیگار همین درآمد رو کسب کنی. مافیا که به این فکر نیست. مؤسسه عظیم دخانیات جمهوری اسلامی 55% درصد سهامش مال صندوق بازنشستگی فولاده که این صندوق رفته زیر مجموعه وزارت کار و تعاون، یعنی محمد شریعت مداری همه کارش. قبلش هم علی ربیعی بود که الان سخنگوی دولت، میگم این بخش امنیتی های اصلاح طلب به اصطلاح. یعنی خلاصه دست کسایی است که از اول عمر این نظام مقدس تو دستگاه امنیتی و اطلاعاتی بودن. بی خود نیست که تو مدیر عامل‌هاش شما حتی میتونین اگه برید نگاه کنید تاها طاهری رو ببینید که یکی از بی‌رحم‌ترین امنیتی‌ها و بازجوهاست. در ماجرای سال 88 در کهریزک هم بوده است و کلن از دهه 60 به این طرف زندانیایی که آش و لاش شدن میشناسنش، خیلی هاشون زندانیای سیاسی. باری دخانیات الان یه مدیر عامل داره به اسم آقای سیاوش افضلی که از دانشجویان
دفتر تحکیم وحدت بود و با چند تا دیگه از رفقاش سریدن تو بیزینس دخانیات. چه بیزینسی؟ سیاوش افضلی به محض ورودش به دخانیات شرکتی درست میکنه به اسم ایدئال دخان ایرانیان. البته این شرکت بود و علارغم حکم سازمان بازرسی فعالش کرد. سازمان بازرسی کل کشور اونو به دلیل فسادی که داشت، به طور کلی حقوقای فراوون بالا و کارهایی که فقط سوری بود و نمی‌کرد. بار سال 95 شرکتی به نام ایدئال دخان ایرانیان بدون مجوز مجمع عمومی زیر نظر شرکت دخانیات ایران تشکیل میشه. ببینینو سال 96 سازمان امور مالیاتی به خاطر حقوقای نجومی، تعداد پرسنل نامعلوم، گردش مالی غیر شفاف این شرکت رو زیانده معرفی میکنه و میگه باید منحل بشه. این شرکت به اسم دور زدن تحریم کالاهای مورد نیاز دخانیات را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ بازار عرضه می‌کرد و این در حالی بود که شرکت‌های دخانیاتی ایران و کالاهای مورد نیازشان مشمول تحریم نبودند و حتی شرکت آمریکایی بریتیش امریکن توباکو در ایران رسماً فعالیت داشت. شرکت ایدئال دخان ایرانیان با این ترفند توانست به ثروت‌های کلانی دست پیدا کند که هیچگاه شمارش نشد. بعد این شرکت دخان ایرانیان علی‌رغم دستور مجمع عمومی دخانیات و سازمان امور مالیاتی سال 96 منحل نمیشه. بعد از سال 97 درخواست ادامه فعالیتش برای تأمین مواد اولیه شرکت دخانیات ایران برای سال 98 رو میده. اسنادش هست دیگه. پشتوانه مالیش واقعا میمونم بعضی وقتها که وقتی این اسناد میبینم که آدم چجوری بگه با پشتوانه مالی 100,000 تومان 100 تا تک تومانی 100,000 تا تک تومانی میگه من شرکت دخان ایرانیان مواد لازم مؤسسه عظیم دخانیات ایرانو رفع میکنم. چقدر پول داری؟ 100,000 تومان 100 تا تک تومانی کی هستی تو؟ منو مدیر عامل شرکت دخانیات آقای سیاوش افضلی فعال کرده. اما چه کسی در سال 98 تقاضای ادامه فعالیت این شرکت رو مطرح میکنه؟ عرض کردم سیاوش افضلی، کسی که از سال 95 عضو هیئت رئیسه دخانیات بوده الان مدیر عامل دخانیاته. شرکت ایدئال دخان حیات خلوت پولشویی حضرات. این شرکت که رسما زیر نظر مدیر عامل دخانیات داره فعالیت میکنه، رسمیت و مجوز فعالیت دارد ندارد؟ پولایی که واردش می شود جای ثبت می شود نمی شود؟ چون خودش اصلا وجود رسمی نداره، نامرئیه، حساب کتاب رسمی نداره. چی بگم؟ 40% مالکیت شرکت دخانیات ایران متعلق به سهام عدالت، یعنی مستقیم مال مردم بدبخته. فعالیت شرکت ایدئال دخان ایرانیان که هیچ کسی هیچ خبری ازش نداره جز افضلی مدیر عامل و دوروبریاش، دزدی علنی از جیب مردمه که سهام عدالتشون دست ایناست. سیاوش افضلی میگوید تا رئیس دخانیات ایران است شرکت ایدئال دخان ایرانیان را نمیبندد و اجازه تحقیق و تفحص هم نمیدهد. شرکت ایدئال دخان ایرانیان با توجه به مصوبه مجمع دو سال قبل باید منحل میشد. فسادهای زیادی در آن شرکت‌ها صورت گرفته. به نظر می‌آید که این وضع همینجوری به نظر می‌رسه که شرکت ایدئال دخان ایرانیان حیات خلوت کلیه مدیران عامل دخانیات ایران شده. هیچ مدیر عاملی، نه پاسخگوی مجمع است، نه سازمان بازرسی، نه نظارت مجلس و نه حتی وزیر. دخانیات یک چهره پشت پرده دارد به اسم عبدالحمید رحمانی خلیلی. این آدم در دولت هاشمی رفسنجانی مدیر دخانیات بود. در اواخر فروردین 84 به ارتشاء و کلاهبرداری متهم شد و محکوم شد و بازداشت شد. بعد از چند روز در 10 اردیبهشت بدون وثیقه آزاد شد، اومد بیرون. تو دولت روحانی محمد رضا نعمت‌زاده که شد وزیر صنعت، در تاریخ 29/9/1393 عبدالحمید رحمانی خلیلی رو به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل دخانیات ایران منصوب میکنه. بعد از مدتی البته در رقابت باندهای حاکم، خب این ماسخور داشتن ازش دیگه، این زندان بوده فلان بوده اینا،
میاد عبدالحمید رحمانی خلیلی از هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران برکنار میشه، دوباره چند روزی حتی زندان میره، از زندان میاد بیرون، دوباره همین محمد شریعت مداری بهش حکم هیئت مدیره و مدیر عامل دخانیات رو میده. ببینید چقدر اهمیت داره این نوندونی، چه پولی توشه. 32 روز بعد خود رحمانی خلیلی حکم انتصابش رو پس میده، میدونه که پشت صحنه بهتر میشود کار کرد. رحمانی خلیلی البته از آدم های گنده قاچاق سیگار هم هست، یه بارم افتاد تو تور ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که خب رفقاش تو دولت سر و تای قضیه رو زود بستن، جایی هم درس نکنه. انقدر رابطه داره که سال 97 وقتی محمد شریعت مداری از وزارت صنعت کنار گذاشته شد و روحانی دوباره معرفیش کرد به مجلس واسه وزارت کار که کلی هم سر و صدا کرد، شاید یادتونه، مسخره کردن همین، حتی همین مجلس که همون موقع همین رحمانی خلیلی که مازنیست، مازندرانیست، با نماینده های شمالی لابی کرد که محمد شریعت مداری رو ازش حمایت کنین تا دوباره بشه وزیر. با وزیر شدن دوباره محمد شریعت مداری بود که سیاوش افضلی رفیق گرما به گلستان رحمانی خلیلی میشود مدیر عامل دخانیات. این باند انحصاری دخانیات که اساساً دست عرض کردم بخش امنیتی اصلاح طلب است. محمد علی پورمختار شاید فکر میکرد میتونه از طریق ریاست بر کمیسیون اصل 90 مجلس و همدستی آدم های بانفوزی مثل حمید رسایی که تو مجلس بود اون موقع، دخانیات رو دست به دست کنه برای اولین بار در جمهوری اسلامی. فکر میکرد میتونه عضویت در کمیسیون ها و مخصوصا ریاستش بسیار برای نماینده ها سود داره. هر کمیسیونی نوندونی گل و گشاده، شکایت مردم بدبخت میاد به کمیسیون های مجلس، دمکلفتا برای پیش بردن کارشون میرن سراغ اعضای کمیسیون های مربوطه و این در نظام رشوه سالار جمهوری اسلامی معلومه که سرقفلی داره این کار، این نمایندگی. و یعنی اگر دعوایی هست، اگر پورمختار رو میگیرن اصلا به خودشون زحمت نمیدن که به مردم حوزه انتخابیش مثلا، حتی که 8 سال این آدم نمایندهشون بوده مثلا، حتی به همه دنیا بگن چرا گرفتیمش و اتهامش چیه؟ چون نتیجهش برای حکومت و برای مردمش فرقی نمیکنه. به دلیل این اهمیت یک مرحله از دعوای خانوادگی باندهای حاکم همینه، وگرنه فکر میکنیم مثلا جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس از 12 سال قارت پایتخت به دست کسی که الان رئیس مجلسه فقط خواست سپاه و بیت رهبر معظمه، اینا ظاهر قضیه است. کل باندهای قدرت درگیرن. بیان یه تیکه صحبت برای پایان بخش برنامه یک نتیجه گیری درخشانی میخوام بکنم از این ماجرای دعوای باندها. شهاب الدین قندالی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه، بشنوید. 95 منو بازداشت کردیم. 23 اسفند 95 بنده رو با وثیقه آزاد کرد. حدود 6 ماه اینجا یک گپ 6 ماه نه 5 ماه مثلا 5 ماه شاید 5 ماه خورده کمتر. مجلس اتاق داشت بود بانک سرمایه تحقیق تفحص میکرد. نیرو داشت 24 ساعت اونجا. سازمان بازاری که کل کشور اتاق داشت 24 ساعت اونجا هر روز مستقل. وزارت اطلاعات اونجا حضور داشت مدام رصد می‌کرد. حفاظت سپاه اونجا حضور داشت مدام رصد می‌کرد. دادستانی آقای قهرمان دیگران هم اونجا عامل داشتن مدام رصد می‌کردن. تو این فاصله حدود 600 میلیارد تومان ضمانتنامه خلاف برای آقای ریختگران سهامدار عمده دیگه بانک شما صادر کرده. شهاب الدین قندالی خودش متهم بانک سرمایه است و اینها داشت درباره، من فقط اشاره کوتاهی بکنم، خانواده ریختگران یکی از خانواده های بسیار متمولی هستند که در جمهوری اسلامی به مالتی میلیاردر شدند. اولین شراکت قالیباف در آغاز شهردار بودن 12 سالش، آغاز فسادهاش، اولین کاری که کرد شراکتی بود با خانواده ریختگران که من در یک برنامه قالیباف را بهتر بشناسیم به طور دقیق توضیح دادم. باری داشت الان آقای قندالی
داشت دقیقاً همین موضوع رو میگفت که آقا جون تمام از بیت گرفته، از وزارت اطلاعات گرفته، از سپاه گرفته، از قوه قضاییه گرفته، همه دست داشتن در یکی از فسادهایی که مثلا دادگاهی هم دارن میکنن و این داستان. بریم پرده آخر. بله خیلی موضوع جدیه. کمترین سوالش اینه که اگر که اون دوره ما میتونستیم یه آپولو 11 تو سال 1960 آره چرا تکرار نکردیم؟ چرا فقط آرمسترانگ تنها کسی بود که فکر کنم پارسال پیراسال بود فوت کردیم آقا، و چرا دیگه تکرار نکردیم؟ خیلی حرفای جدی وجود داره. ما توی روایت داریم که پای ما به کرات تازه بعد از ظهور باز میشه. اون بحثی که اون هفته کردیم ارتباط با جن، تازه بعد از ظهور این اتفاق میفته و جن در خدمت انسان خواهد بود، نه به این معنایی که الان این همه نگرانی داریم و ترس داریم و که چه میکند با ما و این حرفا کنار میره. جنی که مؤمن هست و در خدمت انسان. بیماری ها و اینها تمام میشه؟ حتما تمام میشه. بله شب و روزگار خوش.